21 فوریه روز جهانی زبان مادر. یک فوریه یا همون 2 اسفند از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری برای حمایت از تنوع و کثرت زبان، فرهنگ و آموزش چند زبانه نامگذاری شده. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 انجام شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن سال 2008 را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد. از سال 2000 این روز در بیشتر کشورها گرامی داشته می شود و برنامه هایی در ارتباط با این روز برگزار می گردند. در ایران نیز برای نخستین بار به مناسبت روز جهانی زبان مادری 2 اسفند ماه سال 82 مراسمی در دانشگاه علم و صنعت توسط دانشجویان ترک زبان دانشگاه تهران برگزار شد. دلیل نامگذاری روز جهانی زبان مادری از زمانی آغاز شد که در سال 1952 دانشجویان شهر داکا، پایتخت امروزی کشور بنگلادش، که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده میشد و هنوز مستقل نشده بود، تلاش جهت ملی کردن زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان در کنار زبان اردو به راه انداختند. به دنبال این حرکت، پلیس به آنها تیراندازی کرد و عده‌ای از آنها را کشت. بعد از استقلال بنگلادش از پاکستان و به درخواست این کشور، برای نخستین بار سازمان یونسکو در 17 نوامبر سال 1999 روز 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید. این روز به پاس و حمایت 6000 زبان زنده موجود در سیاره آبی ما انسان‌ها با آن سخن می‌گویند. علاوه بر آن، آموختن زبان بیگانه و یا آموزش چند زبانه کلید درک و تفاهم با فرهنگی دیگر و احترام متقابل است. زبان مادری نه تنها وسیله‌ای برای ارتباط و انتقال اطلاعات هستند، بلکه هویت فرهنگی و تاریخی یک ملت را نیز شکل می‌دهد. در واقع زبانی است که آدمی با آن به شناخت و آگاهی دست پیدا می‌کند. بنابراین اهمیت حفظ و تقویت زبان‌های مادری برای همه ما بسیار مهم است. مطابق برآورد یونسکو، از حدود 6000 زبانی که در جهان شناخته شده است، بیش از 3000 زبان در حال نابودی هستند. مرگ هر زبان به معنای از دست رفتن مجموعی از فرهنگ، تاریخ و آداب گروهی از ساکنان زمین است. این زبان‌ها هم اکنون نیز توسط گروه‌های بسیار کوچکی به کار برده می‌شوند. تقریباً هیچ کدام شانسی برای بقا ندارند. 96% از زبان‌ها تنها در بین 4% از جمعیت جهان رواج دارند. به باور سازمان یونسکو، باید تلاش کرد تا زبان‌هایی که گسترش زیادی ندارند در کنار زبان‌های فراگیر شانس ادامه حیات داشته باشند. چنین تلاشی با توجه به نقش زبان در شکل‌گیری شخصیت فردی و هویت فرهنگی قوم‌ها و ملیت‌ها می‌تواند فرهنگ جهانی را شکوفاتر کند. و اما شرایط در ایران. منابع مستند به وجود 76 زبان زنده در ایران اشاره دارند. این در حالی است که حدود 20 زبان و گویش در ایران در معرض نابودی و انقراض کامل هستند. از بزرگترین گروه‌های زبان ایرانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: فارسی، ترکی، کردی، عربی، بلوچی و غیره. ایران به عنوان یک کشور چند زبانه تاکنون نتوانسته از نظام آموزشی تک زبانه گذار کند. مدافعان آموزش به زبان مادری میگویند انکار این حق به معنای سیاست یکسانسازی فرهنگی است. بسیاری از فعالان آموزش زبان مادری در ایران با چالش‌های گوناگونی روبرو هستند که این مسیر را بن مخاطره کرده است. رغم تصریح ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اصل 15 قانون اساسی، بسیاری از فعالان آموزش به زبان مادری در ایران داغ فعالیت علیه امنیت ملی را می‌خورند و برای پاس نگه داشتن آموزش زبان مادری هزینه‌های فراوان می‌دهند. همچنین کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای ممانعت از رشد زبان‌های متنوع در ایران را محکوم کرده و از بین رفتن هر زبان را به معنای به خطر افتادن زندگی معنوی عده‌ای از انسان‌ها و نیز ضایع شدن بخشی از میراث تاریخ بشری دانست. در واقع وجود مربیانی آشنا با زبان‌های مادری بومی در مراکز آموزشی می‌تواند در کنار بالا رفتن حس
اعتماد به نفس، سرعت یادگیری را نیز در دانش آموزانی که به زبانهایی غیر از فارسی تسلط دارند افزایش دهند. و این مسئله یک اصل ضروری در آموزش است. گفتنی است که استفاده از فناوری برای توسعه زبان آموزی یکی از اهداف شناخته شده توسط یونسکو است. به گفته سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، توسعه آموزش و یادگیری با کیفیت با استفاده از فناوری آموزشی راهی است که می توان جهان را به سمت آموزش چند زبانه هدایت کند که متاسفانه در حال حاضر در اغلب نقاط ایران فاصله زیادی از استانداردهای جهانی وجود دارد. دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.